سلام بچه ها، امروز بخوام برای این تویوتا منهج روم لوازم آفرودی که حالا پرینت کردم و درست کردم براش همش روش ببندم. مثل این باربند و حتی تفنگ و تبر و یه اینجا هم یه چیزی میبندن، دقیقا نمیدونم چی بهش میگن، برای آفرودیا. بعد حتی زاپاس و با بوکسل و گالون و اینجور چیزا براش زدم با بفاکون، حتی سپر عقب. با من باشید تا آخر ویدیو ببینید چی میشه، این ماشین آفرودی میشه یا نه. خب از آینه وسطش رو شروع میکنم که به جای شیشه وسطش من از دیدی که فویل استفاده کردم که میشد از سیدی هم استفاده کرد. سیدی رو یه تیکش رو برید گذاشت اینجا چسبون قشنگ مثل آینه واقعی بشه، ولی گفتم توی حالا زیاد دید نداره. ولی خب از این استفاده کردیم و پایش هم که دیگه پرینت نکردم، از خود فیلامنت پرینتر استفاده کردم چسبوندم. حالا برای اینکه اینو بچسبونیم باید اتاقش رو باز کنیم، بریم سراغ باز کردن اتاقش. کامل باید باز شه که دسترسی به داخلش پیدا کنیم. بچه من گفتم که حالا که اتاقش رو باز کردم یه رنگ این ولومای ضبطش هم نقره‌ای کنم، یه ذره زنده تر شه، توش جالب تر شه. خب بچه من آینه رو چسبوندم، یه مقدارم مایل به راننده گذاشتم که طبیعی تر باشه و یه فکرم به سرم زد بچه ها دور پنل ورودی خروجی کولرا رو میخوام دوباره نقره‌ای کنم و خود زامن کمربنده رو یه ذره قرمز کنم که مثل کمربند واقعی باشه دیگه، جای کمربندی قفلش در است. سوربایی که گرفته بودم حالا من که شاسی رو باز کردم اتاقشو میخوام بذارم توی خود شاسی که هم دیده نشه، هم این که با چسب تکون نخوره، یه وزنی اضافه کنه ماشین که وقتی مثلا دولنگ یا سلنگ میشه وزن رو فشار بیاره روی کمک یه ذره جمعشن که قشنگ طبیعی به چسب رو زمین چرخا. یه دوتا عقب گذاشتم، یه دونه که بزرگتر جلو رو کنار موتور گذاشتم، چسبم میذارم که حتما اینا تکون نخوره دیگه. خب وقت بستن سپر عقبه که پیچای شاسی عقب رو نبستم، چون که سپر رو اونا بسته میشه و از این سرای فرمون ماشین کنترلی استفاده کردم برای پوک عقبش، یه ذره گشاده باید چسب بزنم که سوراخش ما با کیپ ترشه ممکن تر بسته شه بمونه سر جاش. پیچای فابریکش هم کوتاهه، یه سری پیچی که خریده بودم قبل اونا بلندن، اونا رو میذارم جاش دیگه، چون سپره اضافه میشه یه حجمی به اون پیچ ها اضافه میکنه فضای اون پیچ. برای اینکه بفاکنش واقعی تر باشه بچه اینجا رو سوراخ دادم که بفاکن رو بزنم اونجا که بازی کنم، ولی سوراخ کوچیک بعد سوراخ بزرگتر رو بفاکن جا دادم. بفاکن یه ذره پایش گشاد شد، یه ذره با فندک اینو پخترش کردم که قشنگ بره اون تو هم گیر کنه دیگه، پایش توی خود سوراخ ماشین. قسمت بار ماشین حالا میخوام ردیف کنم که این سایز عباد پرهیش برای 1:10 بوده، بزرگتر بوده، همه اینا رو کوچیکشون کردم که به این ماشین 1:12 بخوره. پیچ و مهره‌ای بوده دیگه، سایز جا پیچش اینا کوچیک شده، گفتم اول با چسب می‌چسبم البته به خود ماشین پیچش میکنم. این قسمتی که توش لوازم و لباس اسمش هم چیه، روش لوازم ماشین آفرودی و اینا رو میذارم. قبلش هم باید زاپاسو بچسبونیم که دیگه بعدش را دستمون کمتر میشه.
حالا وقت اینه که لوازم ببندیم رو شمر رو میخوام با وسط زیپی ببندم دونه دونه و باربند بالاشو پر کنم. این پشتم باید گالون و کپسول آتش نشانیشو با چسب دو طرفه میچسبونم که بعدا لازم شد بتونم بکنم ازش بچه ها. ولی فکر کنم قسمت وسط این بار ماشین رو که الان دارم لوازم روش ببندم بچه ها فکر کنم برعکس بستم اون مربع رو، نمیدونم درستش چجوری بود. برای این سیم بوکسول ماشینم هم برداشتم از سیم دنده دوچرخه استفاده کردم بچه ها. اینم که جکشه، اینم دوباره با پرینتر خودم زدم. بچه این تورارم با خود پرینتر زدم، برق رفتش خیلی نازک و علکی شد نصف نیمه مون، نصف هم که نه، اما اول کار تمام شد مون دیگه ناقص مون. گیره با پرینتر زدم، گفتم حالا نباید هم حتی نو باشه که اتفاقا اینجور شاید طبیعی تر هم باشه. هرچی هست نگه هم میداره. خب بچه اینم نمای کلی کامپیوتر فلاشه بشم روشن کنم، این آینه وسطش بخ بکناش. نمای کلی کار شد. حالا وزنهایی که اضافه کردن نمای کنید تاثیرش این میشه، ماشین رو زمین میبونه سه تا چرخش، یا دوباره این میشه، این جلو چقدر باز شد کمکش نکنید، دوباره از این بار کمک های اقام که باز کردم فقط دیگه شافنه رو دیگه تنشه میشه. کمپوز اینجوری فقط بازی میکنم. خب بچه این سری من شیبو بیشترش کردم، نگاه کنید شیب در این حفظه این سری، ببینیم این شیبو میتونه بزنه. بچه میخوام کج ردش کنم جلو سپر عقبش گیر میکنم، اون سپری هم که بهش اضافه کردیم در از تأثیر میداره رو زاویه شیبش دیگه. میتونه بره نتونست بره بچه ها، بریم نمای کلی بهتون نشون بدم.